پس از خاموشی دراز آیدی واقعی ناگواری که در سنه 7 نویبر در یکی از محبسخانه های شمالی تاجیکستان به وقوع پیوسته است، در نهایت رژیم آیدی حادثه مذکور بیاناتی رسمی برآورد. در وقتی بی‌ترتیبی هایی که شب سنه 8 نویبر در مؤسسه اصلاحی رقمی 3 شهر خوجند به وقوع پیوسته است، 21 نفر اسیانگران به ضرر گردانیده شد. ابراز نمود وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین. در واخری سنه 22 نویبر سران خدمات های سیاست خارجی در فرمت اتحاد اروپا و آسیای مرکزی پاسبانان و کارمندان مؤسسه اسیانگران را به گفتگو خواندند، ولی محبوسان مقاومت را ادامه دادند. یکچند محبوسان کوشش نمودند فرار کنند. 12 نفر محبوسانی کشته شده برای اشتراک در جنگ های سوریه و عراق در صف دولت اسلامی ادای جزا می نمودند. 3 نفر دیگر اعضای گروه های اکستریمیستی انصار الله، جند الله و حرکت اسلامی ازبکستان بودند. 6 نفر باقی مانده برای جنایت های وزنین به مانند کشتار و مواد مخدر به مقدار زیاد محکوم شده بودند، اظهار نمود وزیر امور خارجه تاجیکستان. باید قید نمود که در نتیجه خاموش کردنی به نام اسیان، طبق منبع های گوناگون زیاد از 50 نفر محبوسان کشته شدند. چنین معلومات را رادیو آزادی نیز به یک رویخط کشته شدگان تکیه نموده اطلاع داد. این چنین سبب های برداشتن اسیان نیز معلوم گردید، یعنی اطاعت نکردن عموی محبوسان با سبب مناسبت درشت کارمندان مؤسسه با یکی از محبوسان به وقوع پیوسته است. برای شرح دادن تفسیر رسمی حکومت آید نقش اسلامگرایان در اسیان شده گذشته، تحریریت خبرها به سابق محبوس با نام عادل که برای فعالیت دینی ادای جزا نموده بود مراجعه کرد. وضعیت آید رعایت شدن حقوق محکوم شدگان در مؤسسه های اصلاحی تاجیکستان همه وقت در سطح پست قرار داشت. انقترش محکوم شده غیر از حقوق قبول نمودن پریدچه و واخوری با نزدیکانش دیگر به چیزی حقوق نداشت. پایمال شوی حقوق های محکوم شدگانی که با عیب های دینی محکوم شدند از سال 2011-2012 شروع کرده باز هم زیاد گردیده است. وقت های آخر حالت تا جایی رسیده است که گذاشتن نمازی بامداد همچون ویران کنی ترتیبات به حساب رفته از طرف ماموریت جزا داده می شود. ده ها نفر محکوم شدگانی که بنابر داشتن عقیده دینی محکوم شدند در دوام 5 سال ادای جزایشان علاوتاً باز محکوم گردیدند. چون این تجربه را از ازبکستان همسایه کشور آموختند. آید دست داشتن اسلامی ها در اسیانی که در کالونی اصلاحی رقمی 3 شهر خوجند رخ داده است، از اول معلوم بود که وریانت قلعی ترین به رژیم این گروه های ممنوع شده را متهم ساختن می باشد و پهن کردن معلومات آیدی در قضیه دست داشتن دولت اسلامی به منفیت رژیم راست آمد. زیرا چنین رای همه همجمعیت بین المللی را قناعتمند می گرداند که در نوبت خود رژیم با این می تواند گناهکاران اصلی قضیه و تفتیشات را باز دارد. این چنین با بهانه مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم رژیم برای خود راهی را پیدا میکند که همه نمودی دیگر اندیشی را ریشه‌کن نموده پیش راهی بیداری اسلامی را میگیرد تا در بعضی طبقه های جامعه آن پیدا نگردد. خود تعیین شوی معاون سردار امنیت به منصب سردار اجرایشی جزا باشد معنای سخن های در بالا ذکر شده را افاده میکند. یادرس میکنیم که سنه 23 نویبر معاون وزیر عدلیه و سردار سرایاست اجرایش جزای جنایت جمهوری تاجیکستان عزت الله شریفزاده از وظیفه برکنار شد و به جای سردار سرایاست اجرایش جزای جنایت جمهوری تاجیکستان معاون وزیر کمیته امنیت دولتی ملی جمهوری تاجیکستان منصور جان عمروف تعیین گردید.